سلام دوستان راشل هستم آسترولوژر شما از هوروسکوپ فارسی و با دومین قسمت از هوروسکوپ فارسی پادکست با جیمی و سارای عزیز با شما همراه میشیم اولین که از همه بابت این همه ابراز محبت که نسبت به اولین قسمت از پادکست داشتید تشکر میکنم و خوشحالم که خوشتون اومد امیدوارم که این صحبت های خودمونی و دوستانه بتونه برای شما هم جذاب باشه و هم مفید برای این قسمت از پادکست ما موضوع استراب و نگرانی رو در نظر گرفتیم که در موردش صحبت کنیم. چون که از کامنت ها متوجه شدم که توی این چند وقت خیلی ها در مورد این موضوع دارن صحبت میکنن نگرانن استراب دارن البته دور از انتظار نیست به خاطر اینکه فشار روی مرکوری زیاد بوده و مرکوری سیاره ای که وقتی در تحت فشار قرار بگیره ما این استراب و نگرانیمون بیشتر میشه البته ما اینجا متخصص روانشناسی و روانپزشکی نیستیم و در مورد استراب به عنوان یک بیماری اختلالی نمیخوایم صحبت بکنیم در مورد بیماری استراب نمیخوایم صحبت کنیم فقط میخوایم بگیم که استراب ممکنه که تحت چه شرایطی ایجاد بشه برای هر کدوم از خودمون تجربه هایی که داشتیم و چه علایمی داشته توی ماها نشون داده یا اینکه چطور میتونیم با اونها کنار بیایم و اون چیزی که خودمون تجربه کردیم وگرنه قصد توصیه کردن هم برای شما نداریم و توی این پادکست ها قبلا هم گفتم ما فقط صحبت میکنیم و حتی نتیجه گیری اون و برداشتی که شما میکنید بستگی به خودتون داره که چطور از این صحبت ها استفاده میکنیم خب سارا جیمی شماها چطورین شماها تو هفته که گذشت برنامهتون چی بود و چیکار کردین و چجوری از هفته اول می که قرار بود که تمرکز بکنید روی کارهایی که باید بکنید استفاده کردید بعدش هم که ما انرژی پلوتو و مرکوری رو دیروز تجربه کردیم حالا یکم از هم فاصله گرفتن هنوز هم تحت فشار هستش شما این انرژی رو احساس کردید اگر احساس کردید چطور باهاش کنار اومدید چه تأثیر روی شماها داشته و از این صحبت ها دیگه هر کدوم میخواین شروع کنید سلام خیلی خوشحالم که قسمت دوم پادکست رو شروع کردیم موضوعی که برای این هفته انتخاب کردیم درباره نگرانی دقیقا چیزی بوده که این چند وقت نه فقط هفته اخیر من خیلی باهاش درگیر بودم و اینکه فکر میکردم واقعا آیا باید نگران باشم و چجوری میتونم این نگرانی ها رو رفع بکنم هفته که گذشت هی داره میگذره بر من خیلی بهتر شده شروع کردم باز رو کاشتم از دنیا اینترنت تا اونجایی که میتونستم فاصله گرفتم قبل از اینکه مشخصا بخوام راجع به صحبت کنم یکم برگردم عقبتر و از عقب موضوع رو نگاه میکنم میبینم که ما توی زندگیمون اسیر دوتا جریانیم یعنی دوتا جریان خیلی از تایم و انرژی ما رو میگیرن و ما رو با خودشون درگیر کردن یکی فکر کردن درباره گذشته است اتفاقاتی که در گذشته افتاده و ما مرتب داریم بهشون فکر میکنیم مثلا یه حادثه تلخی یه از دست دادنی در گذشته اتفاق افتاده و تموم شده و ما سالهای ساله داریم اون غم رو با خودمون به دوش میکشیم یا مثلا یه کار اشتباهی در گذشته کردیم و پشیمونیم و مرتب داریم خودمون رو سرزنش میکنیم به خاطر موقعیت هایی که از دست دادیم به خاطر فرصت هایی که از بین رفته و نتونستیم ازشون استفاده کنیم به خاطر کارهایی که کردیم یا نکردیم حرفهایی که زدیم یا نزدیم یا حتی برعکسش به خاطر روزهای خوش گذشته ناراحتیم و حسرت میخوریم که وای مثلا اون روزا چه روزای خوبی بود و تموم شد دیگه تکرار نمیشه یعنی یه قسمت اعظمی از ذهن ما درگیر گذشته است گذشته که تموم شده و دیگه هیچ کاری نمیشه براش کرد و فقط داریم گذشته رو میخوریم این یک جریانه جریان دوم نگرانی برای آیند، نگرانی برای روزهایی که نیومده نگرانی برای اتفاقهایی که نیفتاده و این دوتا جریان فکر کردن درباره گذشته و نگرانی برای آینده مثل یه ملغمه ای انگار ما رو اسیر خودش کرده و چیزی که این وسط داره اتفاق میفته این دوتا جریان نمیذارن که ما اون چیزی بشیم که باید بشیم یعنی چیزی که این وسط داره حیف میشه داره از بین میره داره تلف میشه این حال ماست که فکر میکنم تنها دارایی مونه چون گذشته که تموم شد از دستمون سر خورده و رفته و آینده ای که هیچ تضمینی وجود نداره که ما این آینده رو ببینیم ولی این انرژی تایم و پتانسیلی که الان وجود داره داره توسط این دوتا جریان بلعیده میشه برای خود من به شخص من خیلی آدم گذشته نیستم یعنی خیلی توی گذشته زندگی نمی ولی حال و آینده خیلی برام مهمه یعنی نگرانی های خودم رو دارم و همیشه که از دقدقه هم این بوده که چجوری میتونم به این نگرانی ها قلبه بکنم چون به عینه دیدم که این نگرانی ها جسمی و روحی به هم آسیب زده و نه تنها وقتم رو گرفته انرژیم رو گرفته و که در نهایت هیچ نتیجه هم برام داشته آره اصلا برای هم یه جورایی این هفته تیم همین افکار بالا بود یعنی جالبش اینه که میگه حال داره ویست میشه یه جوری مثلا مثلا میدونم مثلا یا خودمون میدونیم که مثلا این اتفاق مثلا ها وقت در دادن مثلا فکر کردن و رفتن تو این جور اینا منتها بازم انگار نمیتونیم استاپ بکنیم و بازم یعنی با اینکه میدونیم که داره وقت خدمه میره اون بازم بازم نمیذاره که همون کاری که داره میخواد بکنیم چون همش انرژی ذهنمون درگیر در این چرت و پرتاست خب حالا من یه سو متوجه نشدم من یه سو متوجه نشدم بچا یعنی این هفته شماها حوصله کار کردن نداشتید یا نگران کاراتون بودید <applause> نه من حوصله داشتم خیلی نگران اصلاً یه جورایی پیش دونه... میرفت اینجوریه که هر دوش به هم دیگه اینجوری سیرکل میزنه و وصل میشه خاطرا حوصله کار کردن ندارم و بعد نگرانم که آه حوصله ندارم کار بکنم نکنه داره اپورتونیتی از دست میره و بعد اینکه اصلا اپورتونیتی هست و اینکه اصلا کلا نمیدونم چیه اون اپورتونیتی اصلا قرار بیاد نیاد اصلا مخم اونقدر کار نمیکنه که فکر کنم در صورتی که مخم کار نمیکنه هنوز دارم میگم فکر میکنم به همون چیزی که مخم کار نمیکنه که فکر کنم در موردش اصلا یه چیزی که اصلا کلا کلا پیچیده است اصلا یعنی اصلا کلا هیچ سنس هیچ اصلا هیچ معنی نداره ولی انگار توش یه لوپ که اصلا نمیتونم از راحت بش با اینکه میدونیش معنی نداره با اینکه هم میدونی که ما بعد از این لوپ در بیاییم این هفته یعنی وگرنه این لوپ تکرار میشه <تصفح> کلا وقتی نگران موضوعی هست هیچ کاری نمیکنی اصلا آره من وقتی نگرانشم اصلا اونقدر ذهنم ذهنم ارور میده اصلا چون من باید با حس کاریو بکنم وقتی که ذهنم قفله انگار حسام قفله چون انگار بی بی جهت همین جوری فقط بی جهت این ور میزنه بعد یه مرداب میره پایین جوری هستم وقتی که قاطی پاتی هم واسه همین اصلا به اینجایی نمیرسم وقتی که چیزه اگرم اگرم خودم مجبور بکنم در آخر خودم پرسنالی راضی نیستم با اون جهتی که دارم میرم یا اون مدلی که دارم میرم ولی بالاخره حالا بعضی موقع مجبورم بعضی موقع نیستم در این چیز بود همجوری میشینی تا نگرانی تو رو ببره با خودش پایین یعنی میذاری که نگرانی تو رو هدایت کنه خب نمیخوام اینجوری باشه اما خیلی موقع احساس میکنم نگرانی نگرانی یا همون انگزایتی یا یه ترس که هر چقدر یعنی بی منطق باشه اون فکرها یا حتی سه سیچویشن های باشه یعنی یعنی مثلا شرایط هایی که واقعی نیست اما میتونه میتونه واقعی باشه یا مثلا که بیشترشون از چون نگرانی بیشترشون از ترس میاد یعنی حالا نمیخوام برم این عمیق برم مثلا بگم که مثلا دقیقا چیا بوده یا هر چیزی ولی بیشترشون از بیشترشون از ترس میاد واسه همین خیلی موقع ها با اینکه بی منطقه اما چون ترسه یه جورایی بازم انگار کنترل رو میگیره که مثلا اگر فلان بشه یا اگر اینجوری یا مثلا آیا این اینجوریه یا آیا اون اونجوریه یا و کلا وقتی تو این ربیت هول همینجوری میری پایین تو این تو این تونل همینجوری میری اصلا انقدر آدم پیچ میخوره که که تو ذهن خودش که اصلا گم میشه واسه همین تو این تو این شرایطی داره کمک یعنی که بخونم یا هر چیزی چون که چون صدام که تو کلمه یه جوری دهنم بیاد بیرون که تو تو دنیای واقعی بیاد بیرون یعنی می چی میگم مثلا این خوندن خیلی موقع کمک میکنه وقتی که آدم کانفیوزه در مورد هر چیزی یه من یا بار من به دوستان گفتم که مثلا خوندن کمک میکنه چون نیست یک جون نگران این یه چیزی و گفت oui, その <coughs> من صدام در مورد سدا... صدام یعنی گربه ای که داره قرق میشه وقتی میخونم گفتم مهم نیست تام مهمی بابا فقط واسه تراپیتیک بودنش بخون واسه چی میگن تراپیتیک یعنی سو درمانی داره آره آروم میکنه بخون پس یعنی یکی از دلایل استراب میتونه ترس باشه ترس از شرایط ترس از شرایط میتونه اول ریالیستیک شروع شه میتونه اول واقع... یعنی در... این واقعیتی حالا نمیدونم شروع شه بعد اینجوری راه میری میره به اگه استاب نشه همینجوری میره به چیزایی که اصلا واقعی نیستن مثلا همین خیلی هی تو ذهنمون به شاخ و برگ <applause> هی بزرگش واسه همین کل واسه همین میگن که هم مثلا حرف بزن با این و اون در که داری فکر میکنی تو ذهنت چون تو ذهنت گنده تر از اون چیزی که هست میکنیش بعد <تصفيق> <تصفيق> ولی خب هم از تجربه خودم میگم من تجربه دوستام اینه که خیلی موقع حرف زدن یعنی آسون نیستش به هر دلیلی حتی وقتی که با نزدیکترین آدم توی زندگی باشه چون یه جورای حرف زدن یا اینکه مثلا یا اینکه چون خودت میدونی یه جورایی که فکرات بی منطقی یا ایلاجیکاله انگار احساس میکنی حرف زدن حرف زدنش حرف زدن در موردش اصلا سخته یا اصلا درک نمیکنی کسی حرف بزنی یا مثلا از... نمیدونم در صورت حرف زدن هم سخته واسه همین اگه اونایی که نمیتونن حرف بزنن بنویسن یا بخونن یا ضبط بکنن صدای خودشون و خودشون گوش بدن در هر صورت وقتی از دهن آدم صدای میاد بیرون خیلی کمک میکنه هر نوعی باشه حالا خب حالا چون شما ها یعنی همجوری که دارین حرف میزنید حالا چه جیمی حرف بزنه چه هر کسی حرف بزنه همجور که هر جمله میگه من از نظر آسترولوژی بهش نگاه میکنم ناخداگاه مثلا الان که جیمی میگه که حرف زدن میتونه خیلی وقت ها سخت باشه این بستگی داره به اینکه حالا به نیچر ما یعنی ماهیت ما مثلا بعضیا نمیتونن راجع به احساسشون حرف بزنن حالا من دقیقا ها مثلا میخوان که راجع به اون شروع کنن به صحبت کردن یعنی حالا باز نرم م. توی نشانهای زودیاک ولی فرق میکنه توی هر کسی چون بعضی ها با صحبت کردن اون رو بیانش میکنن ولی بعضی ها میریزن داخل حالا همجوری بخوایم بگیم مثلا فرض کنین ماهیت اغربه حالا احساسش رو میریزه داخل نمیتونه راجع به صحبت کنه یا اینکه مثلا وضعیت مرکوری و ماه و اینا حالا همینجوری من قبل از اینکه ادامه بدیم چون که به هر حال این صحبت همون ربط پیدا میکنه چه بخوایم چه نخوایم به آسترولوژی من همینجوری یه کوچولو بگم که توی بحث آسترولوژی وقتی که ماه تحت فشار قرار میگیره یا مرکوری یعنی ما این حالت رو خیلی احساس میکنیم به خاطر اینکه استراب حالا یا ذهنیه که برمیگرده به مرکوری وقتی مرکوری تحت فشار قرار میگیره یا اینکه استراب احساسیه وقتی که ماه تحت فشار قرار میگیره ما اینو تجربه میکنیم و این استراب یه قسمتی از زندگی ماست یعنی نمیتونیم ازش فرار کنیم یه چیزیه که روزمره باهاش سر و کار داریم هممون حالا کم و بیش یکی کمتر یکی بیشتر و در مورد مسائل مثلا معمولی زندگی راجبه کارمونه راجبه پولمونه راجبه پرداختامونه راجبه روابطمونه خونمونه موقعیت کارمونه شغلمونه همونه راجع به همه اینا هر کسی میتونه استراب و تجربه بکنه برای همینم داریم اینجا راجع بهش حرف میزنیم یعنی هر کسی از دیدگاه خودش بگه که چطور این شرایط براش پیش میاد بعد اینکه حالا توی چارت تولدم خب شرایطی که هست باعث میشه که مثلا یکی بیشتر تو زندگیش با این وضعیت دست و پنجه نرم بکنه یکی کمتر دست و پنجه نرم بکنه یا اینکه توی چارت ترنزیت یه سری حرکت های سیارات توی یه سری خونه ها که قرار میگیرن باعث میشه که ما بیشتر این وضعیت رو داشته باشیم بعضی کمتر پس نمیشه که بگیم مثلا همه به یه نسبت باهاش برخورد میکنن همه به یک ترتیب باهاش دست و پنجه نرم میکنن یا اینکه همه یه علائم مشابه نشون میدن پس نیستش بستگی داره به خیلی چیزایی دیگه حالا میگم از دیدگاه آسترولوژی اگه بخوایم نگاه بکنیم یا مثلا جیمی الان راجع به ترس حرف زد خیلی خوب بود مثلا فشار پلوتو اگه که بیاد روی مرکوری باعث ترس میشه ترس یا حتی مثلا خونه هشت اگر اینا قرار بگیرن پلوتو خونه ت... پلوتو اف... انرژی ترس رو میده به ما ولی مثلا انگزایتی و استراب مثلا باز میتونه تحت تاثیر سطحیار نم ایجاد بشه یعنی خیلی از نظر آسترولوژی همه اینا زاویه داره وضعیت داره و هممون توی یه دوره از زندگی خیلی درگیرش میشیم مثلا به خصوص مثلا الان دو قلو که رایزینگشون به خصوص اگه دو قلو باشه چون سترنشون خونه هشته اینا شروع میکنن استراب پ... یعنی استراباشون میاد جلو چششون ترساشون میاد جلو چششون باعث استراب میشه به خصوص حالا اگه اونجا سیاره های شخصی داشته باشن مثل مرکوری مثل ماه تو چارت تولدشون یک چند وقت پیش یه چارتی داشتم میخوندم یه آقایی بود که تو دوره جنگ ته یعنی توی منطقه جنگی بود بعد حالا که سترن رسیده بود به خونه هشتش و داره مثلا اونجا حرکت برگشتی میکنه تمام اون ترسای دوره جنگ الان مثل پی‌تی‌اس‌دی برگشته بود یعنی اون ترسایی که اون موقع بود حالا باعث نگرانی الانش شده بود میگفت مثلا من از هر صدای کوچیکی فکر میکنم صدای انفجاره یا مثلا رد و برق میشه میپرم به هم میریزم یعنی تمام اونا با اینکه خودش فکر میکرد از بین رفته ولی توی ساب کانشسش توی زمین ناخودآگاهش مونده بود و حالا داره تجربه میکنه وقتی سترن داره اونجا برمیگرده تو تجربه داری با این های جنگ و این چیز میزن من خودم خیلی تجربه دارم چون بچگی خودمون یعنی تو سن و سالی که ما هستیم بالاخره تجربه کردیم بعد تجربه که خودم دارم از جنگ خیلی با مزدست اتفاقا یه جایی خارج از ایران هم بود که همه خیلی راحت و بی نشسته بودن توی کافی داشتن یعنی داشتن ریلکس میکردن یه دفعه رد و برق زد بعد من اونجا نشستم پام انداخته بودم رو هم دیگه یه صندل پاشنه اتفاقا پام بود تا رد و برق زد من ناخداگاه پام از رو پام پرید صندلم پرت شد صندل من تو هوا میچرخید پرواز میکرد در حالی که هیچ کس از جشت تکون نخورده بود و من سرم رو گرفتم تو دستم میگفتم بمبارونه بمبارونه <laughs> وای یعنی هیچ کس یعنی اون لحظه من فکر کردم که اونا حتی اگر اون لحظه بمبارون بود فکر نمیکردن بمبارونه فکر میکردن رد و برده <laughs> و من دقیقا یه لحظه فکر ناخداگاه یعنی اصلا نه توی فضاش بودم نه چیزی یهو پریدم گفتم بمبارون سرم گرفتم توی دستم دقیقا این حالت مثلا اینا استراباییه که ریشه هاش برمیگرده به گذشته ولی هیچ از ما دور نشده حالا اینی که ما چطور مثلا با, این با اینا, با کنار میایم حالا بحثیه که آیا مثلا توی لحظه چطور باید باش با کنار بیام یا تو دراز مدت چطور باید باش با کنار بیام ولی به هر حال وقتی یه سری شرایطی داریم مثل وضعیت این چند وقت که مرکوری از ماه مارچ تحت فشار بوده تحت فشار سترن بوده ما همش نگران برنامه های زندگیمون بودیم بعد حرکت برگشتی داشته مغز ما ارور داده رو مسائل گذشته واقعا به نتیجه نرسیده فکرامون قاطی کرده بعد یه سری کارا کردیم یه سری حرفا زدیم که از همین الان داریم فکر میکنیم درست بود غلط بود که مرکوری مستقیم شده و یه مدت حالا یه نفسی کشیدیم هفته اول می بعدش هم که هفته می ما فشار پلوتو رو به رو مرکوری داشتیم و بعدش تازه مرکوری داره میره که با مارس تحت یعنی تحت تعامل مارس قرار میگیره بعدش با اورانوس دیدار میکنه مثلا اینا همه تحت فشاره، ما هممون فکرمون تحت فشاره، ما هممون نگرانیم من برای همین میخوام بگم راجع به این موضوع دارم صحبت میکنم که این اصلا چیزی خجالت آوری نیست این اصلا چیزی نیستش که ربطی به کمبود ما داشته باشه این اصلا چیزی نیستش که ربطی داشته باشه به این که مثلا من یه مشکلی دارم قابلیت مدیریت برنامه هامو ندارم نه این هست برای هر کدوم از ما به خصوص میگم چون مرکوری تحت فشاره حالا به اورانوس میرسه اورانوس که اصلا برق میده به ذهنمون اونم تحت فشار قرار میده ذهن و تمام ما اینو داریم تجربه میکنیم ولی اینی که حالا چطور خودمون رو بهش بسپریم که اون ما رو ببره که به قول جیمی داشت میگفت میره توی یه تونلی که میبره دیگه آدم اصلا نمیتونه ازش در بیاد یعنی اون کنترل رو بگیره دستش یا ما کنترل رو بگیریم دستمون دیگه صحبتی که میخوایم اینجا داشته باشیم اینه که ما چطوری اونو کنترل بکنیم میدونیم مثلا به هم میریزیم نگران میشیم ذهنمون قاطی میکنه با خودمون تو ذهن خودمون میریم حرف میزنیم معلوم نمیشه کجا میریم به خصوص اونایی که عنصر هوا زیاد دارن دائم توی این هواه میرن برای خودشون توی ذهنشون مثل دو مثلا اینا همین جور فشار هست به خصوص الان روی آکواریوس فشاره روی دو فشاره به خاطر اینکه خونه های 8 و 12 شون درگیره ولی چیکار باید کرد آیا باید واقعا خوابید یا باید نمیدونم بیخیال شد زندگی رو یا اینکه باهاش جنگید با این حالت یا اینکه با خودمون سرزنش کنیم یا اینکه باید میدونی منظورم اینه منظورم اینه که راجع به این چیزا حرف بزنیم اصلا ماه منتال هلت می همین الان من به ذهنم رسید که یعنی فکر کردم کنم این،, این،, این... چند وقت پیش بود منتال هلت منت. مانث من از قسم تو گوگل دیدم که آره میه ماه منتال ماه منتال اینکه و این که مثلا داری میگی اینی که این این استیگمایی که یعنی این آره من میگم دیگه نمیدونم چی میشه فارسی این استیگمایی که در مورد منتال هیلت هست این چیزیه که دارن سعی میکنن ببرنش چون همه ما همه انسان ها با منتال ای با منتال هیلت ایشوز سر و کار داریم چه چه دیپریشن چه انگزایتیه چه این لیول های مختلف اکستریمش یا مایلدش یا هر چیزی هممون تجربه داریم با, با یه همچین چیزهایی واسه همین یعنی باید یه بشه باشه که بشه در حرف زد چون وقتی در حرف نمیزنی همه جورایی توی توی سیکرت باش دیل میکنن چون یا خجالت میکشن یا هر چیزی بر همین باعث میشه که شرایط بدتر بشه همین باعث میشه که درمان نشه همین باعث میشه که چه مثلا چه دارو لازمه چه بی دارو لازمه کلا اصلا بهش توجه داده نمیشه واسه همین بر اصلا کلا قایم کردنش که سوسا... خیلی سوسایت یا اه... اینی... کردن و این چیز میزا اصلا برای کسی خوب نیست اصلا همین خیلی جالبه که الان ما داریم در مورد این حرف میزنیم در که مثلا اصلا حواسم به منتال هیلت اما اه... یعنی خیلی فیتینگ خیلی خیلی جالبه که الان دیدم دوباره دقیقاً برای اینکه میخوایم ببینیم چطور بعد باهاش کنار بیایم برای اینکه این اصلا چیزی نیستش که رفت یعنی باعث شرمندگی باشه باعث خجالت و بی‌آبرویی باشه یعنی کمبود شخصیت باشه هیچ هممون ما داریم این استراب و نگرانی رو با مثالی که شما زدین داشتم فکر میکردم که نگرانی های ما انگار دو دستن یه سری که بین بیشتر آدمای کره زمین مشترکن یعنی ما به واسطه انسان بودنمون این نگرانی ها رو توی مقطعی از زمان توی زندگیمون داریم حالا برای هر کسی شدت و عدتش فرق میکنه مثلا نگرانی های مربوط به مسائل کاری مالی رابطه سلامتی محل زندگی ولی یه سری نگرانی ها هستن که جیمی بهش اشاره کرد خیلی شخصی و فردیه اینکه میگیم که خجالت میکشیم و نباید خجالت بکشیم به خاطر اینکه اینقدر فردیه و حتما داریم تجربه شو که وقتی که بیانش کردیم اصلا دیگران نتونستن درکمون بکنن یعنی گفتن که اصلا این مسئله ای نیست که بخوای راجبش نگران باشی و بهش فکر بکنی ولی اون مسئله شده یک دقدقه اصلی برای ما شاید اون خجالت ها از اینجا میاد یعنی پس زده شدیم وقتی که مطرحش کردیم آدما نتونستن درکمون کنن همونطور که برای خودمون برامون پیش اومده که دیگرانی اومدن و راجع مسائل شخصیشون و نگرانی شخصیشون صحبت کردن و ما نتونستیم بکنیم. اصلا چیزی که همون mental health awareness و اینا داره, داره پخش میکنه و میگه اینه که اون, اون چیزی که طرف نگرانش رو لازم نیست ما درک بکنیم هر کدوممون در مورد یه چیز فردی نگرانش هستیم که میدونیم که بیشتر خودمون میتونیم درک بکنیم اون چیزی که درک باید بشه اینه که اون طرف نگرانیه نگرانی این چیزی داره که خیلی شخصیه و این چیز میذاره اونشو و با... اون حس اون طرف رو باید درک بکنیم نه اینکه مثلا بگیم خب از ذهن ما از حس ما به نظر ما که اون چیزی که تو نگرانشی چیزی نیست خب اینکه معلومه که میدونی مثلا معلومه که مثلا اون چیزی که آدم مثلا یه آدم مثلا بی نگرانشه اون چیزی نیست که مثلا یه رئیس جمهور مثلا آمریکا نگرانشه اما هر دوشون نگران یه چیز خیلی شخصی هستن که همدیگه رو میتونن تو این تو این نظر درک بکنن که هر دوشون نگران یه حس خیلی شخصی هستن اون حسشون سیمیل، اون حسشون شبیه همه مهم نیستش که در مورد چیه یه جورایی میشه چی میگم حالا باز اون مسئله خونه یه مسئله ای که خیلی ها میتونن درکش بکنن ولی مثلا مثالی که راشل زد درباره جنگ و اون جمعی که اونجا بودن تا وقتی که اونجا نبوده باشن همچی همچین شرایط رو درک نکرده باشن نمیتونن بفهمن اون خب حس دیگه، رو... نه دیگه مدل مختلف مثلا اون کسی که بم خورده دم خونش خب امه. یه هم یه حسی داره خب که همین پی تی در مورد این موضوع خب امه. و یه کسی دیگه که توی یه خونواده پولدار بزرگ شده توی یک فرست ورلد کانتری خب اما چی مثلا یکی از اعضای خونوادش بهش تجاوز میکرده میدونی؟ هر دوشون یه, یه حسه حس اینجوری دارن ولی, تو شرایطی کاملا متفاوتن میانزور من چیه؟ لازم نیست همون شرایط باشه ولی همون حس همون مدل حس هست ولی با شرایط مختلف درکه تو اینه درکه تو اینه که اون مدل حس رو بهش درک کرد مهم که مثلا توی چه شرایطی بوده یه خب حالا اگه یه نفر هیچ کسو نداره راجبش حرف بزنه چیکار کنه خب دیگه اصلا همین دیگه الان هم از اون هاتلاین اون تلفن ها هستن که این پروموت میکنن که زنگ بزنین چون یه گانم آدم هستن که یعنی بس یه چریتی ها هستن که یه گانم آدم ها پول جمع میکنن که با... چون اونا مجانی کار میکنن دیگه میشه بهشون زنگ زد و گوش میکنن بهت همینجوری خودتو خالی بکنی باید حرف میزنن کامفورتت میکنن یه چی میگن کسی نداری یه همچین جا هستن که که آدمایی که یعنی یه پلتفرمی دارن آدمایی که یه جمعیتی دارن که بهشون گوش میدن مثلا بعضی سلبریتی ها پروموت میکنن که به اونجا به اونجا زنگ بزنین اگه خانواده ای ندارین اگه دوستی ندارین یا اصلا نمیخوان با کسی حرف بزنین به اونها حرف بزنین چون شاید حتی حس راحت تری بکنین با, با یه غریبه حرف بزنین یعنی چی میگم خب مثلا همین خارج از کشور من نمیدونم تو ایران من هم تو ایران همین چیزی داریم یا نه من یه راهی یادم افتاد که وقتی بچه بودیم توی خونه انجام میدادیم که من اون موقع فکر میکردم یه روش من در آوردی توی خونه ماست ولی بعدها فهمیدم نه این اصلا یه تکنیکیه که واقعا استفاده میشه برای مقابله با نگرانی حتی بعدها دیدم که اپلیکیشنش هم هست یه حالا بازی مانندی به اسم وری باکس یا جعبه نگرانی یعنی ما تو خونه علاوه بر اینکه جعبه آرزو داشتیم که آرزومون رو می‌نوشتیم و می توی اون جعبه یه جعبه درست کرده بودیم حالا مثلا با جبه کفش شکاف ایجاد کرده بودیم بالاش و وقتی که راجع به یه مسئله نگران بودیم حالا هر چیزی اصلا مهم نبود چی بود یعنی چیزی که ذهن ما رو درگیر کرده بود و گفتیم که مثلا اگه این اتفاق بیفته چی میشه اونو توی کاغذ می نوشتیم و می نوشتیم توی اون جبهه و فقط هم حق داشتیم یک بار نگرانیمون رو بنویسیم یعنی قرار نبود که هر روزی نگرانی رو تکرار بکنی و بندازیم توی شده بعد یه قراری میذاشتیم مثلا بعد یکی دو ماه یا چند ماه اون جعبه رو باز میکردیم و نگرانی رو میخوندیم نمیتونم بگم چقدر برنامه باحال و جالبی بود اون جعبه رو که با میکردیم نگرانی همون در میوردیم میخوندیم تو جمع خودمون. چند تا اتفاق می افتاد کنم سه تا آره سه حالت ممکن بود پیش بیاد بیشتر این حالتی که ممکن بود اتفاق بیفته برای اون نگرانی هایی که ما نوشته بودیم این بود که اصلا اون نگرانی اتفاق نمی افتاد. یعنی ما خودمون باورمون نمی شد که مثلا شیش ماه پیش من راجع به یه همچین مسئله نگران بودم انقدر به نظرمون مسخر و مضحک می اومد که مثلا ما یه تایمی رو نگران این قضیه بودیم خودخوری کردیم و این نوشتنه باعث می شد که یادم می افته اه مثلا من راجبه همچین مسئله نگران بودم و دیدم که نه نهایتش اصلا اتفاق نیفتده حالت بعدی این بود که اون اتفاق میافتاد یعنی مثلا من راجع به مسئله نگران بودم حالا تو هم عالم بچگی و فکر میکردم وای چه فاجعه قرار اتفاق بیفته اون اتفاق میافتاد ولی اون قدری که فکر میکردم فاجعه بار نبود حالا مثلا این مثال کوچیک بزنم فکر میکردم توی درسی مثلا نمرم کم میشه بعد اون نمره قرار معدلم بیاره پایین و و و همه ما حالا دقیقا تو اون مقطع بعد اه مثلا این اتفاق میافتاد که آره به وقوع می پیوست مثلا نمره من کم می شد توی اون امتحان ولی مثلا معلمه می اومد امتحان جبرانی می داشت که اصلا اونو در نظر نمیگیرم، یه امتحان دیگه میگیرم. یعنی اون نگرانی اتفاق می افتاد ولی یه جوری رفع و رجوع شد حالت سوم که واقعا خیلی نادر بود و خیلی کم اتفاق میافتاد این بود که اون نگرانی اتفاق میافتاد و به شکل فاجعه آمیز ولی با این حال باز میدیدی اتفاق افتاده و تموم شده یعنی میخوام بگم که ما برای یک مسئله که هنوز اتفاق نیفتاده تو زندگیمون نگرانیم بارها و بارها تو ذهنمون مرورش میکنیم میکشیم جلو تصویر سازی میکنیم میگیم اینجوری میشه اونجوری میشه بدترین حالتش اینه که اون اتفاق ممکنه بیفته ولی فقط یک بار میفته ولی ما بارها و بارها بهش فکر میکنیم و حتی دیدم که این حتی اپلیکیشنش هم هست واری باکس که باز میکردی توی جعبه ای به شکل نوت می نوشتی بعد اون قفل می شد بعد چند وقت بعد نوتیفیکیشنش میومد اومد می گفتش که بیا واری باکس رو چک کن ببین که چند از نگرانیات اتفاق افتاده یا نیفتاده اتفاقی که تو این تکنیک میفته بعد یه مدت که انجامش میدی انگار مغز ادپته میشه یاد میگیره که ببین اون چند باری که اون همه نگران بودی آیا اتفاق افتاد و وقتی میخوای نگرانی روی کاغذ بیاری شک میکنی میگی نه این هم همون نگرانی که واقعا امکان نداره اتفاق بیفته یه سری نگرانی دیگر روی کاغذ میاری و انگار هی از تعداد اون نگرانی ها کم و کمتر میشه این کاری بود که مثلا ما توی بچگی انجام میدادیم حالا اتفاقا دقیقا همین چیزی که میگی باید ذهنمون و خودمون بهش برنامه بدیم و یه جوری کنترلش بکنیم ما هم یه استاد روانشناسی داشتیم میگفت که یکی از روش هایی که میشه مثلا از این یعنی تو درشت مثلا انگزایتی میگفت برای اینکه خودمون رو خودمون به ذهنمون برنامه بدیم که بتونیم خودمون رو از این استراب بکشیم بیرون اینه که در روز یه ساعت نگرانی تعریف بکنیم یعنی به ذهنمون یاد بدیم که مثلا از ساعت ده تا ده و نیم صبح یا مثلا یازده تا یازده و نیم صبح میگفت به خصوص صبح باشه نزدیک خواب نباشه برای اینکه وقتی که مثلا ما به هم میریزیم خوابمون یعنی روش نخوابیم در حقیقت بعد میگفت مثلا نیم ساعت در روز وقت نگران شدن باشه هر چی میخوای نگران بشی همون موقع همون کار رو بکن همون نگرانی رو بهش فکر بکن بعد وقتی که اه... یعنی کم کم ذهنت عادت میکنه که همون تایم باید نگران باشه چون متوجه میشه یعنی بهش میگی که بقیه یه روزم مال خودمه و وقت نگرانی نیست بعد هی کم کم این تایم رو کم کن مثلا قبلا بود مثلا ساعت فرض کن 11 تا 11 و نیم صبح بعد بشه مثلا 11 تا 11 رو به صبح بعد بشه 11 تا 11 ده دقیقه صبح هی تایمش رو کم بکنیم تا آه... کلا ذهن اونو از اون نگرانی بکشیم بیرون اینم الان که داشتی میگفتی الان اینم یاد من اومد میتونه یه راهی باشه البته من هیچ وقت امتحان نکردم خود دروغ چرا آره ما خوب بلدیم که نگران باشیم ولی واقعا خیلی تلاشی نکردیم یاد نگرفتیم که نه من کلا برای بره... نه من برای نگرانی کاری که میکنم به تنفسم دقت میکنم یعنی خودم حالا اون چیزی که گفتی من اینو یادم اومد ولی برای نگرانی من بیشتر سعی میکنم یعنی تا به هم میریزم به تنفسم دقت میکنم دم و بازدمم عمیق میکنم بعد دم و بازدم عمیق یعنی بعد نفس ها یه مقدار نگه میدارم یه سه چهار ثانیه نگه میدارم بعد دوباره یعنی بازدم دارم یه همچین حالتی وقتی که نفس عمیق میکشی یعنی تجری بگم میای توی لحظه یعنی وقتی به نفس کشیدن توجه میکنی میای توی لحظه چون یکی از دلایل نگرانی ما اینه که نگرانی ما رو میبره یعنی انقدر خب این دنیای فکر نامحدوده همینطوری میره بی حد و مرز دیگه بعد نگران فردا و پس فردا و سال بعد و بعد و بعد و بعد و بعد در حالی که همون حالا صحبتی که ف... یا فراموش میکنیم که حال چیه موقعیتش و اونو از دست میدیم در نتیجه تنفس خیلی کمک میکنه به اینکه برگردم روی زمین برگردم توی همین بادی خودم موقعیت خودم وضعیتی که الان هست به اضافه مثلا همون وضعیت همون کاری که روی پیجم نوشته بودم که یعنی متناوب تنفس بکنیم از سمت راست بینی و چپ بینی اینا اینا خیلی مگه با تنفس بیشتر سعی میکنم کار بکنم ولی این برمیگرده به اینکه چطور مثلا استرابو و کوتاه مدت بهش قلبه بکنیم این برمیگرده به اون ولی خب مثلا من خودم کلا آدم مستربی نیستم که بخوام فکر بکنم که دراز مدت راجبش چی کار کنم میدونی چی میگم یعنی استرابای من کلا موقته برای همین موقت بهش فکر میکنم و بعد ذهنم زود کنترل رو میگیره دستش خب این خیلی خوبه گاهی یه سری نگرانی ها هستن که ما سالها انگار اصلا عادت کردیم و نگرانی رو داشته باشیم داریم باهاشون زندگی میکنیم یعنی گوشه ای از مغز ما رو گرفتن و انگار نباشه عجیبه ما هم قشنگ کنار اومدیم دیگه اون نگرانی هم ها با ما هست هیچ کاری هم من فکر کنم بیشتر اون یه ذره تبدیل همش به وسواس یعنی یه جوری حالت چسبنده ایجاد میشه یعنی تو ذهن ما که میچسبه به ذهن میدونی بیشتر حالت وسواسه که خیلی هم پلوتویه گیر میده ایم. ذهنمون به اونا و چطور مثلا باید از اونا حالا خلاص بشه آدم و فکر کنم یه بحث دیگه است یعنی چقدر عمیق بشه چون اینا حالا خیلی به هم نزدیکن یعنی همهشون تعریفشون خیلی به هم نزدیکه که ذهن ما مثلا بابت چه چیزهای مثلا نگران بشه راجبه نگرانی بیشتر راجبه همه چیه میدونی وقتی راجبه یه موضوع خاصی که میچسبه به ذهن اون بحث مثلا میشه OCD میشه بحث وسواس فکری وسواس روی یک نوع نگرانی که بیست آن ترسه یعنی مثلا توی طول یک سال عوض میشه مثلا برای من خودم اینو میتونم بگم که مثلا روی یک نوع نگرانی که عوض خواهد شد مثلا دل... که خودش که از ترس میاد یا از نمیدونم یا از از اینجوری میاد بعد وسواس رو اونه وقتی وسواس میاد یعنی اینکه راحت نمیتونی ولش بکنی همش همش روش فکر میکنی ولی موردی که من مشخصا دارم راجبش صحبت میکنم و مثالم تو ذهنم میاد این نگرانیه یعنی اینکه به یه مسئله نگرانیم حالا میخواد یه ماه باشه شیش ماه باشه یک سال باشه نمیخوایم از اون حاشیه امر بیرون بیایم برای اون نگرانی کاری بکنیم اما اون نگرانیه داره عین خوره ما رو میخوره مثلا مثل کسی که تحصیلاتش تمام شده و دنبال کاره ولی اون حدی که باید تلاش نمیکنه ولی دایم نگران اون کار هست یک دفعه به خودش میاد میبینه یک سال درسش تمام شده ولی هنوز هیچ کاری نکرده ولی شبانه روزم داره به اون مسئله فکر میکنه یعنی یه از مغزش رو گرفته ولی یک بار نمیاد مثلاً... جدی حلش بکنه یعنی مثلا ما اینجا میتونیم پس طبقه بندی بکنیم بگیم که نگرانی هایی که ریشه قابل حل شدن دارن نگرانی هایی که قابل حل شدن نیستن پس میتونیم اینجوری میتونیم بهش یعنی جهت بدیم اگه یه نگرانی قابل حل شدنه پس ما حلش کنیم یعنی چاره نیست جز اینکه بریم تو شکمش در حقیقت باهاش رو بشیم حالا با ترس نگرانی رو شدن با ترس های اجتماعی حتی ممکنه باشه یعنی مثلا افکار بقیه قضاوت بقیه نسبت به ما مثلا به نظر من باید بریم تو شکمش یعنی رو یه بار برای همیشه حلش کرد میدونی یه موقعی هستش که حل نمیشه که حالا دیگه اون میشه یه بحث دیگه که چطور اونو بپذیریم یعنی باهاش بتونیم کنار بیایم با اون موضوع و بعدا مثلا یه مسیر دیگه پیدا میکن حالا ولی الان که حالا حرف میزدم قبل از اینکه بخوام بگم که بعضیاش حل نمیشه بعضیاش یعنی ح... راجب ترس اجتماعی حرف زدم اتفاقا این موضوع خیلی برام خیلی میتونیم روش فکر بکنیم چون که به خصوص تو جامعه مثل ایران که ما اونجا بزرگ شدیم این ترس و نگرانی از تصویری که بقیه راجع به ما میسازن این خودش یه موزله یعنی اینکه همه حالا نه همه حالا کلا بیشتریا میترسن که حرف خودشون رو بزنن خودشون باشن همون چیزی که هستن و نشون بدن به خاطر اینکه مثلا خب اگه من اینجوری رفتار کنم بقیه چی میگن همسایه چی میگه نمیدونم خونواده چی میگه یا اینکه تازه حالا اگه که هیچکی هیچی نگه <applause> مثلا من همون رفتار رو بکنم یعنی به رو،, به رو خودم نیارم بعد تازه مثلا باید نگران آبروی مثلا خونوادم باشم تمام اینا یعنی پایه های فرهنگیه که داستان مثل تاروف که ما با خودمونم تاروف داریم با بقیه هم تعارف داریم میترسیم خودمون خودمون باشیم چون تعارف داریم <applause> وای یعنی به عنوان یه آکواریوس من همیشه از اینا فراری بودم یعنی شاید علت این که میگم استراب ندارم اینه که شاید علت این که آکواریوس هم خیلی قویه چون هر چیزی که اینجوریه رو سریع کات میکنم مثل بقیه شاکی میشن ولی کلا برا مهم نیست <applause> کلا برام مهم نی اگه کسی ناراحت من اینم دیگه با هم رفته آمد نکنه دیگه من همینم من خودم خودمم دیگه میدونی یعنی اینو بعد از نظر نداری استرانی. آره من از بچگی اینجوری بودم و حالا نه اینکه اصلا بخواد آسترولوژی روی این موضوع تاثیر داشته باشه نبوده من از بچگی همین بودم از بچگی اصلا خودم بودم افتخار میکردم من همینم هر کیم هم بعدش میاد خودش مشکل داره <تص> مشکل خودش <applause> آره معمولا دیدی دیگه برای ما ایرانی ها بیشتر چیزا مضاعف باشه یعنی همه آدما تو دنیا نگرانی های خودشون رو دارن ولی ما انگار نگرانی تو نگرانی داریم یعنی مثلا ما میخوایم یه کار جدید رو شروع کنیم خود اون کار جدید استرس داره ولی ما در کنار اون نگرانی نگران اینیم که دیگران قراره چی بگن چجوری جوری قضاوتمون بکنن آره مثلا طرف بیکاره پول لازم داره بعد میخواد بره کار بکنه مثلا میگه با مدرک لیسانس مثلا من برم فروشندگی کنم بعد حالا اگه که پدر زنم منو ببینه چی میشه یعنی بحث اجاره و خرج و مخارج و بدبختی یه طرف یه طرف آره اون نگرانی یه طرف یا مثلا یکی که کنکور داره خود کنکور مم. به اندازه کافی استرسش کشنده هست حداقل زمان ما که اینجوری بود الان نمیدونم چجوری از یه طرف باید نگران اون کنکور باشی نگران نتیجهش از یه طرف باید نگران این باشی که اگه من قبول شدم کجا قبول شدم چه روز آوردم دیگران قراره چی بگن مم. یا مثلا یکی که توی یه کار موفقیه و به نظر یه هاشی امنی برای خودش درست کرده و همه از دور میگن مثلا خیلی موفقه ولی خود اون آدم تو اون کار احساس رضایت نمیکنه و همش دلش میخواد انگار که ول کنه اونو و بیاد از صفر یه کاری دیگه رو شروع بکنه خود این قضیه استرزا هست که تو از یه هاشی امنی بیرون بیای بری از صفر یه چیزی رو شروع کنی ولی نگرانی اصلی اینه که دیگران قراره چی بگن چه قضاوتی بکنن میگم گمیشی برای ما ایرانی ها مضاعفه دیگه خب اینجوری اگه بخوایم همیشه اینجوری فکر بکنیم چون من خیلی دیدم که مثلا بچه هم تو کامنت ها که خب ما اینجوریم دیگه ما فرهنگمون اینجوریه یعنی واقعا اگر بخواد اینجوری بمونه هیچ وقت تمومی نداره <laughs> یعنی باید یه جایی خودمون شروع بکنیم این تغییر فرهنگی رو این تغییر اجتماعی رو این تغییر دیدگاه رو نمیتونیم همینجوری ادامه بدیم به خاطر اینکه واقعا ناسالمه واقعا از نظر روحی فشار میاره و عواقبی که داره اینه که طرف اصلا واقعا یعنی آدما چند شخصیتی میشن یه شخصیتی که بیرون از چشم بقیه است یه, چش... یه شخصیتی که جلوی چشم بقیه است یه سری رفتارهای برای خوشامد بقیه یه سری رفتارهای برای خوشامد خودت بعد کم کم اصلا یادت میره خودت کی هستی خودت چی میخوای بعد میبینی خودمون از این رفتار شکایت داریم یعنی خودمون ناراحتیم از این دیگران قرار بگیریم توقع داریم اگر کار جدیدی رو شروع کنیم تصمیم میگیریم اگر کسی حمایتمون نمیکنه حداقل قضاوتمون نکنه اما باز بینیم خودمون هم همین کار رو انجام میدیم حالا هم خودمون منظورم خودمون نوعیه یعنی واقعا همیشه انگار درگیر این فرهنگ شدیم خیلی در اومدن ازش بیرونه من گاهی فکر میکنم خیلی اتفاق میفته که به رفتار آدمو فکر میکنم میبینم که هممون هم خیلی یاد گرفتیم که ظاهرامون خیلی به روز باشه طبق مد پیش بریم یعنی فیزیکی خیلی پیشرفت کردیم اما درونی و باطنی یا همون فرهنگی طرفدار همون افکار پوسیده نسل های قبلی می که میگم پوسیده منظورم توهین نیست هر چیزی در موقع خودش نو و فرشه خوبه ولی وقتی از تایمش میگذره میگنده میپوسه خب من وسط چای خوردنم جای همه خالی جای میرفت الان چای برای همین اومدم جواب بدم گیر کرد تو که ادامه بدم این تبعقلش نه okay. یکی به پر وسط دیگه آره آره خب نه. داشتی میگفتی همه جوری چای داشت میرفت پایین <تصفح> چای داشت میرفت پایین اشکال نداره حالا سر اینکه واقعا حالا من که نیستم الان اونجا و از اولش هم چون اینجوری نبودم خیلی این موضوع رو حس و درک نمی کنم یعنی از اول مشکل داشتم و یه جوری توی خونوادم یعنی منو همه سرکش میشناختن نشه نمیتونی بگی درس نمیکنم چون که تو این فرهنگ بزرگ شدی هر هم خودت اینجوری نبودی تو ببینی و به نظرت عجیب بیاد حسش نمیکنم من, نمی من, من حس نمیکنم نمی فدای تو بشم من اصلا حس نمیکنم چطور یه نفر نمیتونه خودش باشه چطور یه نفر نمیتونه جو که دوست داره فکر کنه می, فس... می بینی که اینجوری آدم حسش میگم درک نمیکنم یعنی من شخصیتا نمیتونم درک بکنم که یکی حاضر همه قلبش و نور قلب خودش و خواسته وجودی خودش با همه اون چیزی که میخواد و به خاطر دیدگاه بقیه ازش بگذره من اصلا این درک نمی کنم میدونی؟ اصلا نمیتونم درک اصلا باش ارتباط نمیگیرم که چرا به نظر من این ضعفه به نظر من این نه احترامه این نه مراعاته هیچ چی نیست به نظر من این ضعف شخصیتیه که یه نفر نمیتونه خودش باشه برای دیدگاه بقیه مگه بقیه دارم به جای من زندگی میکنن مگه من چند بار میخوام زندگی کنم میدونی همون یه بار به دنیا میایم توی این یه بار به دنیا اومدنمون حالا با مراعات همه رو هم بکنی من نمیگم به کسی ضربه بزنیم ما اصلا موضوع این نیست که من یه کاری بکنم که بقیه ضربه بخورن که من بخندم یا شاد بشم یا شارژ بشم یا من بالا برم اصلا صحبتمون روی این موضوع نیست صحبتمون اینه که من نگرانم که فکر کنم عمل کنم یعنی نگران اکشنای خودم نگران افکار خودم نگران بودن خودمم به خاطر اینکه دیدگاه بقیه با من فرق داره یا من اگه خودم باشم بقیه منو یه جور دیگه نگاه میکنن منو تحویل نمیگیرن یا اینکه با دیدگاه جامعه فرق میکنه یا اینکه میدونی منظورم اینه منظورم <applause> اصلا چیز دیگه نیست ولی اینو یعنی با... به نظر من باید جلوش وایستاد یعنی اصلا مهم نیستش که این موضوع چقدر ریشش درازه توی فرهنگ ما چقدر ریشش عمیق این درخت به نظر من باید جلوش وایستاد به خصوص که نود شمالی الان توی لیوه و داره همش میگه قلب ما من اینو هر بار که می میدونم همه اصلا مشکل دارن که واقعا بفهمن که قلب من یعنی چی یعنی یه جوری شده که هیچکس با قلب خودش نمیتونه ارتباط بگیره بابا قلب یعنی همون چیزی که تو باید باشی میخوای باشی باهاش حال میکنی خودت هسته وجودت انقدر این قضیه خطرناکه اینکه ما یاد نگرفتیم یا الان تلاشی نمیکنیم که یاد بگیریم که اصلا من چی میخوام و دنبال خواستم باشم پیامدی که داره اینه من توی موقعیتی قرار میگیرم که اون موقعیت ساخته و پرداخته خواسته دیگرانه من میام و توی موقعیتی هستم اما از خودم که نمیتونم فرار کنم تو قلبم تو ذهنم یه سری اهداف و آرزو رویا دارم که حالا یا تو مسیرشم که خیلی سخته بهش رسیدن میبینم که اصلا انگار دست نیافتنیه یا انقدر مسیرم جدا شده که میبینم که من توی یه جای دیگه هم و اون اصلا یه, یه, یه طرف دیگه است بعد میبینم که این وسط یه سری آدم به خواسته قلبیشون رسیدن یعنی تو همون جایگاهی هستن که مثلا من هستم ببخشید تو یه جایگاهی هستن که من آرزو داشتم باشم ولی چون نرسیدم بهش خود این در من نگرانی ایجاد میکنه اون نگرانی حالا شروع میکنه به شکلهای مختلف رو نشون دادن شروع میکنم خودم رو با اون طرف مقایسه میکنم حالا این میتونه به شکل خود تخریبی بیرون بیا شروع میکنم خودم رو تخریب میکنم که من ارزه نداشتم لیاقت نداشتم به اون جایگاه برسم یا شروع میکنم به حسادت به موقعیت اون طرف شروع میکنم تحقیر کردنش فکر میکنم که حالا به هر طریقی به اون روش رسیده چون من نرسیدم و همه هم داره تو ناخودآگاهمون اتفاق میفته بغض کینه نفرت همه اینا نتیجه اون نگرانیه که به خاطر اینکه اون چیزی که میخواستیم نشدیم و اون نگرانی داره خودش رو این شکلی نشون میده یعنی میخوام بگم حرفی که زدی میتونه چقدر ریشه دار بشه و چقدر خطرناک باشه چه رفتارهای خطرناکی رو از خودش نشون بده اون چیزی که راشل تو گفتی در مورد اینکه خود آدم نباشه به خاطر یا تاروح یا مراعات بقیه یا هر چیزی که بقیه چی میگن یا اصلا اونا نباشه کلا این که اصلا خودش, خودش فکر کنه که بقیه هر چیزی خب این خیلی موقع ها میتونه برسه به اینکه طرف یه جورای خودش رو چیز ببینه خودش رو یه ویکتیم ببینه ویکتیم چی میشه؟ قربانی قربانی ببینه که مثلا او به خاطر قانون نمیدونم به خاطر چیز بگم به خاطر نه که قانون به خاطر مثلا اون فرهنگی که اینجا اینجوریه یا مثلا این به خاطر این اینکه این اینجوری فکر میکنه یا هر چیزی من نمیتونم مثلا نتونستم خودم باشم یا خوشحال باشم یا هر چیزی خب به نظر من این درسته که شب مثلا بعضی موقع ها بر بعضی شرایط طرف توی یه شرایطی هست نتونه اونجا مثلا خودش باشه اما بازم به نظر من اگه توی اون محیط نمیتونه چیز بکنه همه وجودش رو همه تایمش رو انرژیش رو و پولش رو همه شو باید بذاره که از اون محیط یه رای پیدا کنه خارج بشه تا اینکه تا اینکه کل عمرش رو نمونه اونجا اگر اگر ن... اصلا تلاش نکنه که حداقل از اون محیط و از اون آدمو دور بشه پس دیگه نمیشه گفت طرف قربانیه چون تن... تلاش... تلاش کن که بری بیرون میگی چی میگم تو توی اون شرایط هستی خب آره این 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 یه نوع ویکتیم بودنه چون مثلا شب از ما خطرناک باشه که آدم بعضیا آدم ممکن روانی باشن اصلا یعنی بزنن طرف قاتل باشن تو بکشن اگه به هر دلیلی واسه همین شاید این خیلی اکستریم شه به نظر من اون طرف بعد همه تراش رو که اونجا خارج شه بزنه بیرون این اینجوری میتونه باشه که یعنی ویکتیم نباشه قربانی نباشه خودش اصلا مم. اصلا, ف... اصلا اصلا دل اصلا نخواد که انقدر برای خودش قصه بخوره می میگم؟ وقت نذار که واسه خود قصه بخور خارج شو از اون شرایط حالا یه وقت خارج شدن, محیطه محیطه محیطه. محیطه. یه خارج شدن از محیط یا خارج شدن از شرایطه یه وقت از حتی همون دایره آدم هایی که دور و یعنی شاید انقدر هم... هم, آره؟ هم لازم یعنی همین دایره آدم های اطراف تو اگه عوض بکنی و ازشون بیای بیرون و بری سراغ آدم جدید این هم آدمایی که استافت کردن نمیذارن خودت باشی و توقع دارن طبق اون چیزی که اونا میخوان رفتار بکنی باز یه قسمتی از مسئله حل میشه و تازه یعنی یه فرقی نمیکنه که این آدما کیا باشن میتونه مثلا دوستت باشه میتونه خانواده درجه یکت باشه دقیقا. هر کسی میتونه باشه میدونی باز برمیگردیم به اینکه تعارف احترام خب من چی بگم مثلا نمیتونم رو حرف پدرم حرف بزنم ولی پدرم داره من تخریب میکنه مثلا میدونی یعنی این حسه رو ما داریم هی با خودمون میکشیم و دیگران رو سرزنش میکنیم به خاطرش ولی خودمون حاضر نیستیم هیچ کاری بکنیم فلانی داره این کار میکنه من چیکار کنم آخه من قدرتی ندارم من اینو قبول ندارم میدونی یعنی من نمیتونم شخصا فکر بکنم که یک آدم که یه چیز رو میخواد نمیتونه براش عکس عمل نشون بده فرقی هم نمیکنه جنسیتش چی باشه زن باشه یا مرد باشه مهم اینه که خودش رو باور بکنه و به اون چیزی که هست افتخار بکنه میدونی وقتی ما خودمون رو باور کنیم و به اون چیزی که هستیم افتخار بکنیم و باورمون باعث میشه که ما خودمون حرکت بکنیم یعنی هر حرکتی اول ریشش یه باوره که باعث میشه که حرکت بکنیم اما فقط اگه بخواد در حد باور بمونن باز فایده نداره برای همین فرقی نمیکنه که دایره اطرافیان نزدیک تو باشن دور تو باشن اگر هم امتداد نیستن با مسیر قلب ما و تازه ما رو استاپ میکنن باید مسیر رو جدا کنیم نظرم آدم نباید بذاره روحش زندان بشه باید هر جوری که میتونه خودش رو نجات بده اگه جای گیر کرده هر چقدر که سخت باشه به بر راهش رو پیدا بکنه باید بگرده باید نظر اصلا نظره که نظره که بخواد برای خودش قصه بخوره می این چی میگم این انرژی و این انرژی و وقف پیدا کردن یه راه باشه که بیا بیرون بالاخره روحش رو آزاد بکنه می این چی میگم عین این 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 فینیکس از اشز رایز بکنه این این از خاکستر بلند شه ترجمه کرد واقعا اون اون چی بود اون دفعه به من گفتی گفتی که اون چی بود مال سلندیون آهنگش یه شو چای دارم آهنگ جدید ما بیرون واسه آهنگ برای ددپول دو اومد بیرون Beauty rise out of ashes or let beauty come out of یعنی بذار که زیبایی از خاکستر متولد بشه بیرون بیاد انقدر این جمله قشنگه اگه بخوایم به عمق یعنی این جمله بریم که هیچ وقت دلیلی نداره که ما تو خاکستر بمونیم چون دقیقا در نهایت یعنی اون پرواز دقیقا اگر که میگیم که مثلا قغنوس اون چیزی که خاکستر بلند میشه و نور و آتیشه یعنی ما میتونیم این انرژی رو بگیریم فقط کافیه که تصمیم بگیریم فقط کافیه که خودمون رو باور کنیم باید یه موقع این کارو بکنیم یعنی تمام اینا داره اتفاق میافته برای اینکه تمام این شرایط باعث میشه که ما رشد کنیم اگر قرار باشه دائم همون تو بمونیم تکرار و تکرار و تکرار امسال تکرار سال بعدم تکرار هشت سال دیگه هم تکرار خب پس رشد نکردیم که اگه من همین امروز ترسای هفت هشت سال پیشم و دارم رشد نکردم که میدونی چی میگم؟ یعنی ما لایه لایه های زمیر رو باید توش کند و کاف کنیم هی hey, طبقه طبقه بیایم بالاتر هی باید ازش بکشیم بالا 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 تا بیایم بیرون اینو نمیتونیم اینو کاریه که هیچ کس نمیتونه بکنه جز خودمون یعنی مثلا من خودم جز کسایی که مثلا مخالف میگم این فقط نظر شخصی منه ها اصلا توصیه نیستش بعدا نگید هیچ کس استفاده نکنه که بگه که راشل گفت مثلا داروی اصاب بخورید یا نخورید داروی روان پزشکی من خودم جز اونایی هم که میگم این داروها رو نباید خورد یعنی من خودم جز اونایی هم که میگم ما باید کنترل ذهن رو بگیریم دستمون و این چیزیه که یعنی حتی همیشه حتی به جیمی هم میگم این خیلی راحته که آدم یه تیکه قرص بندازه بالا مثلا بگه من الان هپی باشم یا یاد مشکلاتم نیفتم میدونی یا مثلا هورمونا این چی میگن این نوروترانسمیترهای مغزی این ناقلای شیمیایی ناقلای شیمیایی مغزی مثلا یکم بالا پایین بشه ندم دوپامین اینجوری بشه اونجوری بشه که مثلا من الان حالم خوب بشه یا نشه به نظر من با کنترل ذهنمون با باور به خودمون با یه سری حتی جمله های تأکیدی که هی برای خودمون بگیم یعنی مثلا حتی برای این استراب با یادم هم همون استاد روانشناسی بود میگفت مثلا با خودت تکرار کن وقتی به هم میریزی بگو که این میگذره و من اصلا نگران نیستم میپذیرمش مسئولیتش رو قبول میکنم میدونی؟ چون زمان میگذره اینا اوکی okay. اما بجز یه سری شرایط های مخصوص مثل اینکه یه <coughs> ای آدمی بود که من میشناختمش که مامانش وقتی که اینا حامله بود از ایجا از هیجا ای وقتی اینا حامله بود یهو سویساید شد سویساید چی میشه به فارسی؟ یه تبدیلی افقار و بعد اصلا میگفت چجوری یعنی اصلا نمیدونه تا کجا آمده این ولی خیلی جدی بود بعد که با دکترش تماس گرفت و این چیز میزا فهمی که یه سری هورمونا به خاطر همون راست نقیقا یعنی سری هرمونا یه سری از همون چیزا که تو مغز یا هر چیزی آره جابجا جا شده بود گفت اوکی اینو اینو فقط اینو باید بکنی که این بالانس بشه بعد که دوش اینی رفت شد یعنی بعضی موقع ها ضروریه یعنی ضروریه چون یه شرایط تو بدن داره که مثلا که خ... که لازمی که مرسی خب که اینو گفتی برای اینکه صحبت من سوء تعبیر نشه ولی خب اول حرفمون مثلا ما تاکید کردیم که ما اینجا به اختلال بیماری استراب حرف نمیزنیم ما به راجبه استراب و نگرانی ای که هممون به نحوی دوچارش میشیم تو شرایط زندگی داریم حرف میزنیم یعنی حالت بیماری نداره این چیزی که میگیم وقتی که حالت بیمارگونه پیدا میکنه خب اصلا حالت در تخصص ما اصلا نیستش که بخوایم راجبش نظر بدیم خب این تو پرانتز انقدر این مسئله <applause> که به خود کمک بکنیم و بریم سراغ اون خواسته ای که واقعا داریم مهمه چون اگر توی مقطع و مقاطعی از زندگی این کار رو برای خودمون نکنیم و فراموش کنیم اون چیزی که میخواستیم رو و با همین جریانی که برامون تصمیم گرفتن پیش بریم خودمون در آینده در موقعیتی قرار میگیریم که همون رفتار رو همون بلا رو سر دیگران میاریم چون دیگه نمیتونیم درکشون بکنیم مثلا میتونه بچهمون باشه میتونه همسرمون باشه اطرافیانمون باشه دیگه نمیتونیم بهشون این بها رو بدیم که بهشون این حق رو بدیم که آره برو سراغ خواستت یعنی میخوام بگم اگر من نوعی از خودم شروع بکنم و نمیخوام لفظ جنگ و مبارزه رو به کار ببرم ولی وایسم در برابر این تصمیماتی که از اطراف بهم گرفته میشه قضاوت هایی که از اطراف بهم میشه در مقابلشون وایسم دارم به نوبه خودم این فرهنگ رو تغییر میدم چون من هم فردا میشم در موقعیت یک آدم، آدمی قرار میگیرم که قضاوت نمیکنم و فکر کن که اگه هر کسی این کارو رو بکنه چه اتفاقی میفته ولی خیلی از ماها داریم با جریان آب میریم یعنی یه لحظه نمیزنیم کنار ببینیم که این آب داره کجا میره داره منو کجا با خودش میبره این ترجیح میدیم که همون تصمیم که برامون میگیرن همون داستان خب خالی با. خ... ک... خب یه قسمتش برمیگرده به اینکه ما از نظر درونی اعتماد به نفس نداریم چون رو نمیشناسیم هویت نداریم بعد همش میخوام یه ماسکی بزنیم به چهرهمون که بقیه ما رو تایید کنن یعنی برای هر تصمیمی ما منتظر تایید بقیه ایم این باز میشه خودش یه مورد میدونی که وقتی که من نگرانم که آیا دیگران من تایید میکنن یا نه این میشه باز یه داستان دیگه یعنی یه قسمتش واقعا برمیگرده به ضعف‌های درونی خودمون یعنی این ترس ها و استرابا حالا اگر بخوایم که ریشه رو بگیم که برطرف بکنیم یه وقتای ریشه هاش مخفیه اصلا ولی ریشه داره یعنی شاید مثلا موضوع به این سادگی نباشه که بگیم خب من مشکل کاری دارم الان نگران مثلا اجاره خونم هم. این یه چیز خیلی سطحی و واضحه یعنی دیده میشه راحت ریشهش یه موقعی هم هست که ما فکر میکنیم ریشه نداره ولی در واقع ریشه داره اینه که من همش منتظر باشم که بقیه من تایید کنن این ریشش برمیگرده به عدم هویت من یعنی عدم شناخت من از هویتم اینطوری میشه یعنی من خودم رو نمیشناسم من نمیدونم من کیم تواناییامو نمیشناسم خودم رو باور ندارم در نتیجه اعتماد به نفس ندارم و فقط میخوام بقیه من تایید کنن که حالا اصلا چون اورانوس هم داره قوچ و تموم میکنه و کایران هم رسید به یک درجه قوچ خیلی خوبه که ما اصلا یه قسمت راجع به هویت حرف بزنیم این که هی میگیم هویت اصلا یعنی چی من کیم یعنی چی اصلا معنیش چیه چون دقیقا الان این دوتا کاملا به هم مربوط میشن که ترس ها و نگرانی های من باز یه بخشیش میگم این بحث خیلی وسیعه نمیشه جمعش کرد مثلا از بگه اینه یا اونه نمیشه فقط انگشت گذاشت رو چند تا موضوع ولی یه قسمتش مربوط میشه به اینکه من نمیدونم من کیم و همش میخوام یکی دیگه باشم یعنی دارم سعی میکنم این باشم اون باشم اون باشم که همه بگم به به همه من تایید بکنن در حالی که خودم کیم نمیدونم اینا رو متاسفانه توی میگم فرهنگایی که مجبوری یعنی فکر میکنی نه اینکه حال مجبوری فکر میکنی مجبوری که بقیه تاییدت بکنن بقیه توی قضاوتشون از تو خوششون بیاد متاسفانه خیلی شایع است میدونی مثلا بگن به به چه کاری داره به به چه مقامی داره به به چه مثلا خونه ای داره به به چه پرده ای زده مثلا به خونهش نمیدونم مثلا از این حرف ها تو همه فرهنگ ها از منطقه تو بعضی فرنگ ها خیلی زیاده میدونی چی میگن تو بعضی فرنگ ها قشنگ یک مشکله میدونی حالا به هر حال پس بخوایم اگر اینجا رو جمع و جورش بکنیم یه قسمتی از ریشه های استراب برمیگرده به ترس های اجتماعیمون و عدم شناخت خودمون و باورمون از خودمون که باید اینا رو بهش غلبه کنیم یعنی نمیتونیم اضطراب رو بهش چشمون رو ببندیم بگیم که خب مثلا حالا من گفتم نفس عمیق بکشیم استراب و یادمون نره یا اینکه یعنی یادمون بره یا اینکه مثلا موزیک گوش کنیم یا اینکه بریم تو طبیعت که بهش فکر نکنیم این خیلی خوبه چون باعث میشه که اون علائم موقت استراب مثلا تپش قلب یا اینکه بعضیا یخ میکنن عرق سرد میریزن مثلا نمیدونم درد قفسه سیره ممکنه بگیرن یکی ممکنه بیحال بشه یکی ممکنه که مثلا خوابش به هم بریزه اینا هر کدومش اینا ممکنه که موقتا ساکت بشه مثلا بری توی طبیعت ورزش بکنی یوگا انجام بدی نمیدونم اینا اما واقعا باید مدت دار یعنی روش بررسی کرد و دید که ریشش چیه که اگر که ریشه داره ریشش رو در آورد که حتی ممکنه این ریشه ها بذرهایی داشته باشه توی زمیر ناخداگاه ما که مثلا همین الان راجبش صحبت کردیم به شو اگر هم که ریشه نداره که حالا مثلا یه سری کارهایی مثل همون یوگا مثلا یا اینکه همون وری باکس که میگی نگرانیم رو بندازیم توش یا اینکه مثلا یه تایمی رو بذاریم برای خودمون که مثلا فرض کن این تایم یعنی ذهنمون رو آموزش بدیم مثلا اینا من فکر می‌کنم اینا مثلا میتونه مفید باشه یعنی نوشتن لیست بخونیمش یا همینا که از اول صحبت کردیم حالا دیگه نمیخوام مرور بکنم اگه بخوایم کلی جنبندی داشته باشیم صحبتمون به, اینج... به اینجا ختم شد تا اینجا ببین عبارتی که میگی بهش فکر نکنیم که دقیقا اشاره کردی که کاملا موقته من شاید یکی از دلایلی که دقیقا نگرانی کمتر با دیگران شیر میکنم اینه که همین حرف رو میشنوم برای چی نگرانی بهش فکر نکن یعنی انقدر این مسکن ضعیفیه یاد یه مثال روانشناسی افتادم که سالها پیش یه روانشناسی رو جمع میکنه دور خودش و بهشون هیچ آیدیایی نمیده راجع به اینکه کار میخواد بکنه فقط بهشون میگه که دستور رو, رو که من میدم رو انجام بدین یه زنگی هم جلوی هم کسی بوده بهشون میگه که میخوام که پنج دقیقه به خرس سفید فکر نکنید و اگر به فکرتون اومد این زنگ رو به صدا دربید <applause> تایمر رو ست میکنه و دم به دقیقه صدای اون زنگه به صدا در می اومده یعنی در حالت عادی مگه ما چقدر به خرس سفید ممکنه فکر بکنیم اما وقتی به همون گفته میشه بهش فکر نکن دقیقا برعکس میشه بعد بارها بارها این تست توسط روانشناس های دیگه تکرار میشه مثلا یه بار دیگه راجبه به عبارت فیل صورتی تکرار میشه و خیلی نتیجه موفقیت ها داشته که به شرکت کننده ها میگن که پنج دقیقه راجبه به فیل صورتی فکر نکنید اصلا ما تو عمرمون مگه چقدر ممکنه راجع به فیل صورتی فکر بکنیم که تو اون پنج دقیقه انقدر صدای زنگ به صدا در میاد که یعنی آدما درگیر میشن و فکر میکنن راجع به اون قضیه واسه همین عبارت همش خیلی من عصبانی میکنه وقتی راجع به این مسئله نگرانم و یکی من بگه بهش فکر نکن یعنی کاملا خب متفکر ضعیف ها... چند لحظه خب ها... فکر نکنم و دوباره شروع بشه این آدما خب ایگنورنسن این آدما یعنی نادانن یه نادانن توی درک اینجوری یعنی باید مثلا همین باید ایژوکیتشون کرد باید چی میشه باید بهشون باید بهشون ایژوکیتشون کرد که چجوری درک بکنن و چجوری فکر بکنن اینا ایگنورنتن و میگن باید بهشون یاد داد یعنی این کسی نگه فقط نگران گوش بکنه شما توقع راه حل ندارم خیلی حال منو بهتر میکنه ولی این بحث فکر نکردن خیلی نکته ظریفی تو این قضیه وجود داره چون ممکنه که حالا دوستانی که گوش میکنن این فکر رو بکنن این حرف رو بزنن در مقابل این حرف من که اوکی مگه راه این که چجوری با نگرانی مقابله بکنی اینه که دائم بهش فکر بکنی نه اتفاقا وقتی نگرانی پیش میاد باید یه تایم رو اختصاص و بهش فکر این،, این،, واقعا نظر شخصی من شدش حالا شاید اشتباه حالا همینجا بذار من بگم مهم. یه چیزی چون که مربوط میشه به این مهم. من یه استادی داشتم چینی برای تمرکز به من میگفتش که وقتی که یعنی یاد بده ذهنم و چجوری آموزش بدم که حالا در حقیقا میگیم ذهن میمونوارمون چون دائم داریم ورمر میپره بعد میگفتش که اون چیزی که تو فکرت هست اون اصلا تخلیه نکن نندازش بیرون <تصفح> اولش یا نگرانش میکنه میگفتش که ببینش قشنگ تصویر سازیش کنه اتفاقا <تصفح> ببینش بعد میگفت حالا بیا عقب از توش خودتو از توش بکش بیرون وایستا به عنوان یه ناظر نگاهش کن به داستان <تصفح> <تصفح> میدونی یعنی میگفت حالا ناظر نگرانیت باش به جای اینکه وسط نگرانیت باشی مم. چون وقتی وسط نگرانیتی یعنی تو هم داری باهاش این ور کشیده میشی ولی وقتی میشی ناظر مثل اینکه یه فیلمی داره پلی میشه تو داری اون رو نگاه میکنی آرامش تو داری بعد میتونی ببین داره چه اتفاقی میافته از نگرانیت. آره خارج از گود در حقیقت قرار میگیری خارج از نگرانیت بعد کمک میکنه که بتونی حالا حالا دیگه باز برمیگردیم به اونجا که آیا ریشه یابیش بکنیم یا این که اصلا ریشه داره نداره قبولش بکنیم حتی این دیگه راجبش حالا حرف زدیم یه مقدار میدونی ولی اینی که دقیقا فکر بکن بعد خودت تو از بکش کنار وایسا کنار فکرت وای ف... کنار نگرانیت بعد نظاره گرش بشم آره چون وقتی ادامه میدی به اون فکر کردنه میفتی توی داستان دیگه که داری نگار نشخار میکنی نشخار ذهنی مم. که هیچی هم از توش در نمیاد فقط یه اتفاقی رو هی میکشی وسط هی مرورش میکنی دوباره میبندیش میذاریش کنار آره یه بار نگ... یعنی کاملا خودتو بکش کنار تکلیفش رو معلوم کن تکلیف خودت هم باش معلوم کن میدونی بعد ببین بعد چی کار بکنی اگه ریشش رو میتونی بکنی بکن اگه باید حرفی بزنی برو بزن اگه باید رو به رو بشی با کسی بشو میدونی یا یعنی اینکه الکی فکر نکن که مثلا اگر وگر اگر اینجوری بشه چی میشه اگر اصلا که نشه حالا دیگه اینو باز قبلش صحبت کرده میدونی یعنی توی حال توی این موقعیتی که الان هست همونجا خودت قرار بگیر اونم قرار بده اصلا لطفا میگفت لطفا فکر نکن که یعنی بر خودت آیندهش رو تجسم نکن که <تصحصف> اگر اینجوری بشه اونجوری بشه همینجا همینجا نگرش دار دقیقا نگرانی ها هم همینه اینقدر فاجعه تصورشون میکنیم که اصلا امکان نداره اونجوری اتفاق میفته اما وریبات هم نکتهش همین بود که میگفتم میخندیدیم دوره هم که ما فکر کردیم وای مثلا قرار نتیجه نگرانی چی بشه ولی واقعا اصلا اتفاق نمیافتاد خب حالا برای اینکه سرجمش بکنیم چون الان دیگه خیلی شد صحبتمون یه سرجمش بکنیم م... میتونیم برای اینکه یه تمرین داشته باشیم یه سری جمله ها رو تکرار بکنیم یعنی وقتی که نگرانیم جمله های تاکیدی رو بگیم هر کدوم اگه جمله تکیدی به ذهنتون میاد بگین که در حقیقت صحبت رو ببندید چیزی که من به ذهنم میره که نگرانی مشکلات فردا رو از بین میبره فقط داره آرامش امروز میگیره من دقیقا نمیدونم این جمله که تو ذهنم پرید از کجا اوریجینیت میشه اما میدونم که یه آهنگه قسمتی از لیریکس یه آهنگه که میگه که just trust your heart don't let your head get in the way که یعنی فقط به قلبت اعتماد کن نظر که ذهنت get in the way یا نظر که ذهنت مداخله کنه ذهنتو بکش کنار فقط به قلبت اعتماد کن فقط به قلبت اعتماد کن نظر که ذهنت به پروسط راه و نمیدونم جنگ بلک بازی در نظر به پروسط راه که بلاکت بکنه به حال منم فکر میکنم یعنی اون لحظه ای که نگرانیم بگم که این فقط یعنی به خودم یادآوری بکنم که این یه نگرانیه و فقط برای الانه و زمانی که بگذره اینم میگذره خب با اینکه فکر کنم هنوز خیلی حرف داریم در موردش بخوایم بزنیم اما چون صحبت هم خیلی طولانی شده و بعدش هم اینکه همم هم که توی ایران مشکل دانلود کردن دارن و حوصله همم هم دیگه حالا سر میره دیگه فکر کنم همینقدر بس باشه کافی باشه که بخوایم در مورد نگرانی حرف بزنیم امیدواریم که مفید واقع شده باشه و امیدواریم که شما هم بتونید نتیجه خوبی از این صحبت ها بگیرید و مسیر خودتون رو برای کنار اومدن با نگرانیاتون همونجور که خودتون دوست دارید باش احساس راحتی میکنید انتخاب کنید و اینکه یه جورایی تو هر شرایطی که باشیم we're all in this together یعنی هممون هممون توی این همون توی این دنیا با هم با هم توشیم مثلا همین اگر میخواین اگر هر چی میخواین در حرف بزنین راحت اگه میخواین توی کامنت ها بنویسین با هم دیگه حرف بزنین خودتون رو خالی بکنین یعنی نگران نباشین هرچی هر, هر چی که کمک میکنه که خودتون رو راحت تر بکنین انجام بدین به خاطر اینکه چرا که نه <applause> خب خیلی فکر خوبیه اگر دوست داشته باشین میتونین توی کامنت ها نظراتتون رو بنویسین که راجب نگرانی چی فکر میکنید چه نگرانی های خودتون دارین و چجوری با این نگرانی ها مقابله میکنید اگر وقت بشه میتونیم که برنامه بعدی کامنت های شما رو بخونیم اتفاقا خیلی فکر خوبیه چون دفعه قبل هم از بچه ها خواستیم که تو کامنت ها بنویسن سوالاشون یا نظرات یا هر چیزی رو که بخونیم ولی چون سوال خاصی نبود این دفعه اصلا نخوندیم و البته حالا مهمونم نداشتیم که امیدوارم تو برنامه های بعدی بتونیم داشته باشیم اما دقیقا خیلی خوب بچه ها بنویسن چطوری با نگرانی هاشون کنار میان بعد ما تعدادیش رو نه همشو تعدادیش رو انتخاب میکنیم و میتونیم توی برنامه بعدی بخونیم خب به پایان دومی قسمت از هوروسکوپ فارسی پادکست رسیدیم و امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید امیدوارم که تعطیلات خوبی رو بگذرونید و تا پنجشنبه شب دیگه و هوروسکوپ فارسی پادکست دیگه خدا نگهدار خدا خدافز